درود دوستان و سروران، در خدمتون هستم برای فال روزانه‌تون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوب باشه. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به عزیزانی که تازه عضو کانال شدن. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تکتون هستم. ببینیم چه خبر است در انرژی های امروز عزیزان دل، و بازم مثل همیشه سپاسگزارم از دوستانی که از پیج اینستا حمایت میکنن و دوستانی که عضو نشدین. اگر که میل داشته باشین حتما عضو بشین، من خیلی خوشحال میشم. ببینیم اولین کارتی که با شما همراهی میکنه در ارتباط با مسائل هیجانی شما چه کارتی هستش، چه خبر هستش؟ اینجا حرف از شجاع میزنه، پسر شجاع، دختر شجاع، هر چیزی که اینجا ربطی به شجاعت داره. حالا شیر خوردین حالا بریم شجاعت یا جرأت هستش. زورو شدیم اینجا خب ببخشید. کارت بعدی دوستان حرف از این میزن دیگران در ارتباط با شما گم و گیج هستن. یه حسه ببینین، من احساس میکنم حالا یا ترس دارن از شما، یه حسه ببینین سر جنگ داشته باشن. میترسونین، یک سری از ماها میترسونیم برخلاف میل باطنی خودمون، میترسونیم مردم رو از خودمون. خب ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه. خب کارت بعدی دوستان عزیز دارم میبینم که اینجا یک سری از مسائل توی زندگی شما داره تغییر میکنه. حرف از تغییر میزنه، تصحیح میشه، تغییر میکنه، قدرت میگیرین و اینکه با یک نگاه دیگه و یک زاویه دیگه روی خیلی از مسائل دارین باشون برخورد میکنین. مسئله که اینجا هست، من جرأت دارم یا شجاع هستم، کاری رو انجام دادم، حالا دل شیر رو دارم، پس بنابراین این خیلی خوب هستش. ممکنه کارهایی رو انجام داده باشه که به شما این اعتماد به نفس رو داده، که اینجا کارت بعدی حرف از قدرت شما میزنه، حالا احساس قدرت میکنم. ببینیم کارت های بعدی رو بم بم نگاه میکنم از چه دست کارت هایی برای شما استفاده کنم. برای کارت های بعدی از دست کارت های جادوگران استفاده میکنم. ببینیم جادوگران بهتون چی میگن. خب من این کارت رو براتون میذارم، دوتا کارت افتاد، من اینو برش میدم سر جاش میذارم. حرف از سپاسگزاری میزنه، خوشحال هستیم دوستان، اتفاقات خوب برای شما در راه هستن، تغییرات زیبا برای شما در راه هستن و این تغییرات حال شما رو خوب میکنه. خدا رو شکر تا باشه انرژی های خوب دوستان، انرژی تغییر هست، انرژی سبکبالی هست، انرژی تعویض هست، انرژی قدرت هستش. ببینین دوروبر کسی هستش، جادوگری هستش که دوروبرش پر از پروانه هستش دوستان، و این پروانه حرف از آزادی اول و تغییر میکنه. خب زیباست پروانه، پروانه آزاد هستش، پروانه تغییر میکنه و از حالتی به حالت دیگه میره و عمر کوتاهی داره. حالا من نمیگم عمر این تغییر کوتاه هستش، ولی همینقدر که شما این ببینید حالت سپاسگزار هستم از اتفاقات خوبی که داره برام میفته. برای یه سری ها ممکنه مسئله حرف از یک قرارداد بزنه دوستان، اینجا ممکنه حرف از یک امضا برای شما بزنه. ببینیم کارت های بعدی رو. خب کارت بعدی دوستان حرف از باز هم یک مسئله بسیار عالی، حرف از پرستیج، پرستیج مسئله بسیار خوب، عالی، تاپ تاپ تاپ، بالای بالای بالا داریم میرسیم. خب ببینم کارت دیگر رو ازشون استفاده میکنم. یک لحظه ببخشید، من این کارت رو میذارم این کنار و اینکه از یک کارت دست کارت دیگه استفاده میکنم، از این دست کارت استفاده میکنم از اوراکل درایت. ببینیم درایت بهتون چی میگه.
دیگه خیلی میخواد حرف بزنه. ببینی یک مسئله الهی هستش، دست خدا اینجا در کار هستش، یک مسئله بسیار بسیار خوبی دوستان داره براتون اتفاق میفته که به هر حال دست الهی، حالا کائنات، هر کسی به هر چیزی که ایمان داره همون دوستان داره اتفاق میفته. اوف، حال دلم خیلی خوب شد. وقتی کارت ها به این زیبایی حرف میزنن، دیگران رو رها کنین. گم و گیج هستن، دشمنی دارن، شما اونا رو رها کنید. شما ارزش های والا دارین، توی راهی که هستین راه درستی هست دوستان عزیز، و تغییرات بر شما در راه هستن. هر مسئله که در اون هستین، در هر پروژه‌ای که هستین، کمک داری، از دست غیبی داره کمکتون میکنه دوستان و شما رو میبره بالا. میگه یک شعری بود: با خدا باش، پادشاهی کن، بی خدا باش، هرچه خواهی کن. خب ببینیم کارت های بعدی. من از این دست کارت های تاروت استفاده میکنم. ببینیم دست کارت های تاروت چی بهتون میگه. اولین کارتی که با شما همراهی میکنه انرژی شما. ببینید انرژی تغییرات اینجا هستن. یک مسئله هست دوستان عزیز در انرژی شما که هر مسئله که به نظر من این... نه که به نظر من، من بهتون میگم که این ربطی، یعنی شما عامل و چه میدونم باعث بانیش نیستید. مسئله که نارضایتی در شما به وجود آورده، همین دیگرانی که شما رو گم و گیج کردن ممکنه اینجا نارضایتی های رو به وجود آورن. ممکنه کسی اشک شما رو در آورده باشه دوستان. خب که داریم میبینیم که انرژی ها بسیار زیبا و قشنگ دارن حرکت میکنن. این انرژی شما هستش و خیلی خوب هستش. زمانی که آدم یه مسئله اتفاق میفته ناراحت هست، بعد یک باره انرژی بسیار زیبا براش اتفاق میفتن. در مورد آنچه که انرژی مثبتی که با شما همراهی میکنه، این مسئولیت پذیری شما، همون جرأت شما دوستان، همون شهامت شما، همون که من شانه های پهنی دارم و اون کاری رو که باید انجام میدم. ببینیم کارت های دیگر رو. و در ارتباط با چالش شما این هستش که به خودتون برسین دوستان. چالشتون این هستش که از آنچه که دارین خوشحال و خندان باشین و دوست داشته باشین، قدرشناس باشین. و ببینیم که توصیه کارت‌ها اینه که بهتون میگه بدرخشید. بله دوستان، خیلی زیبا و قشنگ کارت‌ها بهتون میگن بدرخشید، شاد باشین. دوبار چالشتون این هستش که از آنچه که دارین استفاده خوب بخواین انجام بدین. کارت‌های اینجا رو من براتون خوندم، بسیار بسیار انرژی‌های خوب و قشنگی بودن. ببینین داره اتفاقات خوبی براتون میافته. چالش شما رو من نمیتونم دست کم بگیرم. یعنی این مثل میمونه که یک سری از شما عزیزان در یک مسئله‌ای که شاید از گذشته شما داره میاد هنوز به دست و پای شما وصل هست و هنوز نتونستن این رشته ها رو باز کنم. خودتون رو در زندان متحرک قرار ندین عزیزان دل. سعی کنیم رها بشیم و خودمون رو رها کنیم. خب ببینیم در ارتباط با کارت های دیگه. من از این کارت ها استفاده میکنم برای خواندن انرژی های مختلف شما دوستان در دامنه های مختلف زندگیتون و مثل همیشه با دامنه احساسی شروع میکنم. ببینیم کارت های دامنه احساسی بهتون چی میگه. یک مسئله دارم ببینم شما رو داره غافلگیر میکنه. ببینیم کارت بعدی حرف از صبوری و برنامه ریزی میزنه و اینکه حرف از چاکرای تاجی که برمیگره به کائنات، نقطه‌ای هست که شما به کائنات وصل هستید. ببینید دوستان عزیز، یک مسئله ای که دارم میبینم که براش صبوری کردین داره یک باره درست میشه. میگه خودتون هم در جریان هستین و اینکه آگاهی دارین، همون حالا از طریق کائنات، همون حس ششم شما، یک سریاتون عزیزان دل یاد گرفتین خلوت کنین درون خودتون و به اون صدایی که با شما صحبت میکنه گوش بدین. ببینیم که در ارتباط با مسائل کاری، حرفه‌ای، قضایی، اداری اینا چه خبر هستش. 10 9 و اینکه شروع. یک مسئله عزیزان دل دارم ایران که براش خیلی دلخوری داشتین داره حرکت میکنه. دو تا کارت حرف از حرکت میزنه
و سرنوشت باهاتون یار هست دوستان. خب موقعیت هایی داره پیش میاد سر راه شما که میتونین ازش خوب استفاده کنین. در مورد زندگی مالی شما حرف از هماهنگی میزنه. بریم کارت بعدی. ببینید کارت بسیار زیبای ستاره، هم ورود دو تا آرکان ماژور اینجا هست، مثل اینجا هم دو تا آرکان ماژور بود و اینجا هم تقریبا دو تا آرکان ماژور هستش ستاره. و ما بریم ببینیم و برقراری باز هم هماهنگی. دوستان من احساس میکنم توی مسئله که در اون هستین، حالا مسئله کاری هست، هر چیزی که هست، یه پولی داره دستتون میاد، یه چیز داره امضا میشه، یک تفاهم توافقی داره به وجود میاد در این مسائل. و اینکه دارم میبینم که یک حمایتی داره از شما میشه از نظر مادی. خب در مورد مسائل احساسی باز دارم میبینم خیلی از مسائل رو میگه خود درک میکنین. ببینیم دو تا کارت به هم وصل هستن. ببینین از تاج دریافت میکنم و اینجوری تمام بدنم تمام این انرژی کائنات رو دریافت میکنم. پس بنابراین اینجا من چیزی رو که دارم میبینم عزیزان دل، خیلی از مسائل برای شما احساس میکنم واضح هستش. ببینید میگه زمانی که خلوت هست در درون شما. ببینید مسئله که من احساس میکنم یک زمانی برای شما ناخوشایند بوده دوستان عزیز، یک سریاتون روی خودتون کار کردین. اغلب ماها زمانی رو به معنویات میاریم که مشکلات احساسی برامون پیش میاد. این راهی هست که ما رو میفرسته به سمت معنویات دوستان، و اینجا یا مشکلات حادی برامون به وجود میاد که ما رو به این سمت میفرسته. احساسی حتما عشقی ندوستان. خب یک مسئله ای که احساسات و هیجانات ما رو خیلی تحت تاثیر قرار میده. من میرم یک سری از شما عزیزان دل اینجا درد زیاد کشیدین، روحتون سیقل دیدن. حالا من همیشه میگم اینقدر سایدتتون مسائل احساسی که دیگه شفاف شدین، براق شدین. ببینیم در ارتباط با مسائل کاری، در ارتباط با مسائل کاری اتفاق جدید دارم میبینم داره میفته براتون. دو تا دیگه کارت ها، سه تا اینجا براتون کارت افتاد، خدا بده برکت. اینجا یک مسئله جدید داره براتون اتفاق میفته. بازم هدایت شده هستید دوستان عزیز، بازم چشم سومتون اینجا باز هست. خیلی از مسائل برای شما آگاه هستن. ممکنه یه مقداری اولش مضطرب باشه. بهتون گفتم یک مسئله که براش شاید سختی زیاد کشیدین، رنج زیاد کشیدین، استراب زیاد کشیدین، دارم میبینم داره درست میشه. در مورد مسائل مادی حرف از کائنات میزنه. پایان رسیدن یک مسئله، موفقیت در مورد، به خاطری که پشتکاری دارین دوستان. پشتکاری در زندگی خیلی مفید هست و اینکه فهمیدین که برای اینکه بخواین به حاجت برسین از نظر مادی باید تلاش کنید و یک تلاشی باشه به صورت مستمر، یعنی همینجور ادامهش بدن و با پشتکار و با دقت. خب این از این. بریم ببینیم شما عزیز دل گل و بلبل من، عزیز دل با احساس و هیجان من چه خبر است. میگه من بر روی اشتیاقات خودم و شور و نمیدونم ذوق خودم کار میکنم و من در حال آفرینش هستم. و کارت بعدی میگه که من متمرکز هستم و من همه چیز رو به صورت لوژیک بررسی میکنم. ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. دو تا کارت اینجا افتاد دوستان عزیز. حرف از این میزنه که میگه من خواب تو رو دیدم و من خودم رو در آینده با تو میبینم و میگه من میدونم که اونی که من میخوام تو هستی و من بزرگ شدم و یه دیگه مثل قبل نیستم. خب من برمیگردم به کارت های شما عزیزان دل. یک سری از شما هدفمند هستین و این هدفمندی خیلی خوب هستش. احساسات رو این مقدار کنار گذاشتم، نشستم، حالا یا مشغول انجام یک کار هنری هستین که به دردتون میخوره، مسائل رو به صورت واقعی منطقی نگاه میکنم، برو فکر نون باش که خربوزه آبه. اوکی. و حالا اون حضرت نوح شما، گربه مرتضی علی شما، هر چیزی که اسمش رو می‌ذاری، اون در عالم هفروته، همیشه چشاش بسته است. توجه کردین؟ همیشه چشاش بسته است. البته اینجا شما هم چشاتون بسته ولی شما حرف از مسائل واقعی می‌زنید. میگه
خواب تو رو دیدم، واقعا شادم خواب شما رو دیده و اینجا حالا یه فکر خیالایی به سرش زده. همیشه بهتون میگم با یک سیبیل آدم مرد نمیشه و اینکه با یه رژ لبم آدم زن نمیشه. خب ببینیم، واقعا همون یک سر و مسئله بودی مردوی، اصلا ربطی نداره، ولی میگه که به این مسئله، ولی یه مرتبه من توی ذهنم حتما باید بهتون بگم. کار هر گاو نیست خر، کار هر کس نیست خر من کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. آره اینم حالا یه سیبیل بنده خدا در آورده، حالا فکر میکنه که دیگه خبری هستش. خب میگه که شخص مورد نظرتون چی بهتون میگه؟ میگه من از دور نگات میکنم و اینکه در جریان کارهایی که میکنی هستم. یه وقتایی هم هستش که از طریق شبکات اجتماعی نگاه میکنم و ازت اطلاعات کسب میکنم، یا از طریق افرادی که با میشناسمشون که و تو هم میشناسیشون، آشناهای مشترکمون، و این به من اطمینان خاطر میده، ولی اینکه اینو هرگز اعتراف نخواهم کرد. خب به درک. حالا ببینیم که کارت فرشتگان و شما چی میگه دوستان. میگه من رازدار تو هستم، محرم تو هستم و من با تو هستم در همه حال و تو میتونی با سادگی کامل حرف دلتو به من بزنی با کلمات خودت و من اونو درک میکنم بدون قضاوت. هیچ چیزی منو خوشحالتر و خوشبختتر از صدای تو نمیکنه و اینکه بدونم که تو در به من احتیاج داری. من میدونم الان چیزی که تو داری زندگی میکنی، هیچ چیزی رو، نگرانیهات رو برای خودت و همچنین شادیهات رو برای خودت نگه ندار و با من حرف بزن، من اینجا هستم. بسیار عالی. ببینیم عزیزان از دست رفته پیامشون برای شما چی هست. اوپ. در دسترس نیست. میگه در حال حاضر عزیز از دست رفته شما در دسترس نیست، جواب نمیده و یک تلنگری داره بهش میخوره و یه مقدار ممکن هست گیج باشه. ما از شما میخواییم که براش دعا کنید تا به این روح کمک بشه. نگران نباشید، فرشتگان مقرب شما در کنارش هستن و ازش نگهداری میکنن. روح تمام عزیزان از دست رفتم و در شادی آرامش باشه. دوستان عزیز، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار.